بسم الله الرحمن الرحیم درانو او ما زمو واتنوالو السلام علیکم ورحمت الله و برکات له بعده مرخه ای و پجنګ او کرونا سربیره د ورچ کالې مصیبت سره هم لاس او ګری واندې تیر کال وړاندې نشوی و تساک کال به د ورچ کالې کال وی ما ټولې علمي وړاندې نه جديونه ولې ټولو وزارتونو اولوندو ادارو ته میډیا ورکړ چې دا موضوع په جدي توګه وڅارل. نهایي علمي راپورونه او تحلیلونه مکتبوي افغانستان او چکالۍ سره مخامخ دي. دا مهال د هېواد د شفيژت سمې د شدید چکالۍ 50% د جدي چکالۍ او پاتې نور سمې معتدل چکالۍ تجربه کوي. زله ټولو اولوندو څنګه ځخه چې په دغه تحلیل کې خپله دنده ترسره کړې او مشخص طرح وړاندې کړي دي مننه او قدردانی کو از خانواده ملل متحد در افغانستان که در این راستا تا کنون با ما شانه شانه کار نمودن نیز ابراز سپاس می من به وزارت زراعت و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و حالات استرار هدایت دادم که ساحات را در هر سه بخش یعنی شدید جدی و معتدل مشخص نمایند تا کمک هایی که قرار است انجام یابد به مستحقین واقعی برسد و ما بتوانیم از سرازیر شدن مردم به شهرها و فقر بیشتر جلوگیری نماییم در هر ولایت و ولسوالی ها دیکده های مشخصی است که در معرض خطر قرار دارند متاسفانه امسال حاصلات گندم افغانستان نزدیک به دو میلیون تن کسر خواد داشت و ما با تدابیر پیشگیرانه این کسر را جبران کرده و نمی گذاریم که کشور با قحطی مواجه گردد بالاتر از سه میلیون مواشی در افغانستان به خاطر نبود علوفه و آب در خطر نابودی قرار دارند که وزارت زراعت در زمینه کمسازی این خطر کار می د دوچکاله پا مهاره که به دولت هېډز داون تاو پیډي چالان او نکري اوس موږ حڅه داده چې ټول ورسوالې او ان هغه سیمه ته چې طالبان وتر کنټرولاندي دي رسیدګي وشي زه دلته یو زلبیا پر طالبانو غاکوم چې به مانا تاریخ ولای بس کری دوی وه د څټ تخریب بند کری او راشي د ورچ کالی د خطرونو په کمالو کې همکاري وکړي دا مهال طالبان هر ورځ ولس او, او اقتصادی بنسټونه به نخه کوي او هر ورځ د خلکو درد او رنز زیاتوي من بودجه مقابله با تاثیرات خشکسالی را که توسط ادارات مختلف و با یک هماهنگی منظم ترتیب شده بود مرور نبودم پس از تدقیق مجدد متوجه شدیم که بودجه تخمین شده در برابر حجم خشکسالی کفایت نمی کند دولت از وجوه دست داشته خودش امین اکنون دست کار شده است و در این حال محسسات غیر دولتی معصف شدن که فعالیت هایشان را همسو با دیدگاه ملی که از جانب دولت ارائه گردیده است تطبیق نمایند تا هیچ یک از مناطق قاسب پذیر محروم باقی نماند. همه میان محسسات کمک رسان و نهادهای دولتی مهم و اساسی است. عدم امانگی باعث ایجاد محرومیت های بیشتر و توزیع نابرابر و غیر عادلانه کمک ها خواهد شد از این که ارقام را شده برای تقلیل و مهار خطرات خشکسالی انوس هم تخمینی است من در این بیانیه از آن یاد نمی کنم به وزارت مالیه هدایت دادم که در هماهنگی و تفاهم نزدیک با تمام شرکای بین‌المللی ما از جمله بانک جهانی بانک انکشاف آسیایی، بانک انکشاف اسلامی و کشورهای امکار و کمک رسان خلاها و کسر موجود در بودجرا را از بین ببرند و یا کم سازند. جزئیات تکنیکی ان قریب از طریق وزیر مالیه در هماهنگی با دیگر وزارتخانه ها و ملت افغانستان توضیح داده خواهد شد. در ارتباط با شیوه و میکانیزم کمک رسانی نیز وزارت دولت در امور حوادث جزیات را با ملت شریک خواهد ساخت من از نمایندگان ملت در ولسی جرگه مشران جرگه شوراهای ولایتی و جامعه مدنی می خواهم که در امر کاهش درد و آلام مردم ما از بابت خشکسالی با نهادهای دولتی همکاری جدی نمایند با مردم افغانستان و به خصوص با مردم مناطقی که دچار خشکسالی شدن اطمینان میدهم که هیچگاه غافل از مشکلات شما نبوده و نخواهیم بود و این موضوع را به عنوان یک علویت ملی دنبال خواهم کرد. ناگفته نباید گذاشت که رای خدمات و کمک ها به خاطر مهار تاثیرات خشکسالی هیچ تاثیر بالای برنامه های ملی که زیر کارند نخواهند داشت. به عبارت دیگر برای مهار تاثیرات خشکسالی ما هیچ پروژه را متوقف نخواهیم ساخت. دلتا لنالی طولنه به خاص دول لا هغه مالی او انکشافي بنځټونو څخه چې افغانستان سره په دې سخت حالت کې ساهاتمندانه براستې کوي مننه کوم پای نه لکه وي غوړم چې په دغو سختو شرایطو او د ورچ کالې په ماهرولو کې افغانستان سره خپل بشردوستانه او بیرلني برستي زیات کړی طالبانو چې هر ځای په پا پوزي برخه کې پرمختګ کړی دی خلک خپل کورونه په خودلي او د افغانستان دولت تراکی میتلنده سیمو ته پنا را ولید دا, دا مهال په مختلف ولایتونو کې د جنگ له وجې د قرانوی او بیسای شویشمیر سلګو نظر کسانو تر رسیدلې دا خې طالبانز مكنې ولي خو له سې اواره او تر پد تر کړایده د دیو اسیت داوم طالب ته هیڅ ډول سیاسي مشروعیت نشي ورکوله ها مغه څه تروسه د دولت له لوري کورنېو به زايشه ويته رسیدګي شوه ده دا 달رۍ په دوام کوي موږ له ټولو دولتي امکاناتو څخه په استفادې او دولتي بودجي ظرفيت ته په کتو او هم دا رازدن لريوال عمرستو د تنظیم له لوري به کورشه او خلکو او غويته چې کورنې د طالبانو په اسارت کې دي ان شاء الله تعالی برستره سو ژوند باد افغانستان جو ان دای دې وه افغانستان یا شصنا افغانستان